کندز یک بار دیگر در آتش نبرد و مردمانش زیر رگبار گلوله. حراس افغانان طالب بامداد روز دوشنبه از چهار سو به این ولایت هجوم بردن و تا این دم با نظامیان افغان گلوله را بدل می کنند. اما آنچه طالبان در این جنگ دستاورد داشتند، بیمارستان 200 بستر کندز را زیر کنترل گرفتند و پرچم سفید رنگشان را بر خیابان‌های این ولایت برافراشتند. فعلا هم حمله بسیار گسترده دشمن که وسط زونی حمله بود شکست خورده و یک بعضی نخواد مونده که انشاءالله بسیار با سادگی ما براتون اطمینان میدم که ما اجازه نمیدیم که پای کثیف این مزدوران اجنبی به داخل شهر کندز بیاد. این ناحیه کاملا مطمئن باشید تمام قوتا به کشتی که مسایی با دشمنان افغانان بجنگن میرزن تا یک قدر خونه که در جان ماست انشاءالله شما بدن باشید دید بده که نمیدن دشمن افغانستان. از هر لحاظ همونطور آماده و آمادگی 100% ما داریم. در هر گوشه و کناری که دشمنان بخوان که مردم را به چالش بکشانن واسق دانشگان در شکنده را یاد با یک تشتی که بسایی خوبی هم دشمن یاو در پابیا در ملکی خلکو در کورون را با استفاده سره و اخبال تروریستی عمل شروع کنید انشالله برگی رو صحبو که در منزه تلیدی و منگ آقا تعقیبه او و شکست سره انشالله مواجگی تاس و مطمئن هست. اینجا در مجلس نمایندگان هم فریاد از احتمال بتصرف در آمدن کندز به دست طالبان دارند و بالا رفتن میزان ناامنی این ولایت و ولایت‌های چهارسوی آن. میگویند مقام‌های کندز با طالبان هم دستند و معامله کردند. برو. مسئله کندز گپ عادی نیست. اینجا معامله است. اینجا برنامه گرفتن، ما برای زینا کار نگرفتیم، اونا خوب تدارکات کردن، سربازگیری کردن، تجهیزات کردن، از داخل کار کردن و امروز روانن قندوز سقوط کرده. سقوط چی مانده دیگه؟ و یک کوچهش مانده هنوز میگیم که سقوط نکرده. ما در گپ خوش بودیم که شهرها سقوط نمیکنه، در گپ زندگی میکردیم. جناب رئیس شما میدانید که مخالفین حکومت از چهار اطراف ولایت قندوز حملهور شده. باید سرقماندان اعلای قوای مسلح در این قسمت با تدبیری جدی و مسئولانه ولایت قندوز و جان و مال و عزت شهروندان ولایت قندوز را باید نجات بدن. مسئولیت شخص سرقماندان اعلای قوای مسلح است. اما وزارت داخله تاکید دارد از حمله طالبان به کندوز از پیش اطلاع داشته وگرنه کندوز به دست طالبان سقوط میکرد. سخنگوین وزارت هدف از حمله طالبان را به شهر کندوز در اختیار گرفتن بازداشتگاه این ولایت و فرماندهی پلیس آن عنوان میکند. بالای بعضی از اهداف در شهر کندوز دست به حمله بزنن، از این خاطر ما تدابیر رویدز داشتیم و اگر تدابیر نمی داشتیم شاید اینا میتونستن که به اهداف خود برسه. اهدافشان حمله بالای محوس ولایت کندوز بوده، هدفشان حمله بالای قماندانی امنیه بوده و بعضی از ساعات دیگه که در شهر کندوز است که از او حمله ها طبعا جلوگیری صورت گرفته و تدابیر که ما بر اساس اطلاعات خود داشتیم حداقل مانع شدیم تا نتونستن اینا به این اهداف خود برسن. مقام ها از کندوز میگویند جنگ کوچه به کوچه هم اکنون در جریان است و طالبان با جنگ افزارهای سنگین به شهر شلیک میکنند که برخی این شلیک ها به خانه های مردم اصابت کرده و شماری آنان مجبور به ترک خانه هایشان شدند. وزارت داخله ما از فرستادن نیروهای تازه نفس و امکانات کافی به کندوز سخن میگوید و تاکید میکند که حراس افغانان را ظرف 24 ساعت آینده از این ولایت بیرون میرانند. تلفات رکتابال دشمن دیدن 25 نفر است که کشته شده بر اساس اطلاعاتی که ما در اختیار خود داریم. 2 نفر از نیروهای پلیس شما به شهادت رسیده و 4 نفر هم زخمی داریم. در قسمت تلفات افراد ملکی در حال حاضر یک مقدار مشکل است که ما دقیق روی آمار تلفات ملکی هم با شما صحبت بکنیم، اما معلوماتی که در اختیار داریم این است که 4 نفر از افراد ملکی به شهادت رسیده و نزدیک به 50 نفر هم زخمی هستند. طالبان در حال به کندوز یورش بردن که والی این ولایت هم اکنون در تاجیکستان به سر میبرد و گزارش ها میرسانند که رئیس امنیت ملی این ولایت نیز در کابل به سر میبرد.